در این بخش برنامه هم گزارش داریم از جریان ساخت یک سرک فرعی در گذر چرده ناحیه نهم قلعه محمد عمر خان. آنچه که شما در تصویر می‌بینین کار به شدت جریان داره و گفتنی است که ساخت کوچه های فرعی در نقاط مختلف شهر کابل زمینی کار را برای شهروندان کابل هم فراهم ساخته است. پس از چند سال بیکاری دمو می شود که مصروف کار شده، کاری که هم منبع درآمد خوب دارد برایش و هم در آینده برای او و سایر باشندگان این محل آسودگی. هم ثواب هم خورما و ایجا هم ما کار میکنم و هم یک پنج روپه به ما مزدوری میتن. بسیار به خوبی ما خوش هستیم، مجلس ما شهروالی است، از وطن ما از امارات خوش هستیم که به ما این کار پیدا شد، پروژه آوردند. ایجا پیش از این ما 17 سال بیکار بودیم. شخص خود ما در حالی که ما قرآن شریف و حفظ داریم، ترجمهش هم داریم، انگلیسی هم پشتو هم میفهمم. تقریبا نزدیک به 50% کار ساخت این سرک فرعی در گذر چرده ناحیه نهم پیش رفته است و با آغاز کار کانکریت ریزی برای 170 تن از باشندگان محل که بیکار بودند زمینه کار مساعد گردیده است. کار نام خدا بسیار خوب جریان داره. تقریبا کار ما در حدود 40% یا 45% پیشرفت کرده دیگه که کار روان است. بعد روزانه میجا کاریگرها از خود منطقه، از خود از میولوس گذر 14 مشغول کار هستند و کار روزمره پیش میبرند. دیگه کار بسیار به خوبی روان است. از حالتایی که بسیار حالتای خراب و دشوار ما زندگی میکردیم، الحمدلله امیال که هنوز کانکریت نفتیده، میبینیم که سرک آوارکاری شده و بسیار مردم خوش است. کار کانکریت این سرک فرعی در قلعه محمد عمر خان ناحیه نهم به طول 1280 متر و عرض 4 متر قرار است تا 5 ماه آینده تکمیل گردد. حال سوال اینجاست که باشنده های این محل با کوچه های خامه و فرسودهشان با چی مشکلات مواجه بودند و حالا که کوچه هایشان ساخته می شود و بالای کوچه هایشان کار جریان داره چی حس دارند؟ به خاطر پاسخی سوال میریم به سراغ باشنده های این محل. 100% مشکل بودیم. آب بود، لای بود که هیچ مدت می شود نیست، خود ما تشتا می دونستیم. حالا فعلا با فضل خدا 50% کار ما پیش رفته. 50% دیگه ما نگم کریزی شده کانکریت شده که انشاءالله تکلیف زمان ما خلاص میشیم و شوال و محترم هم خوش هستیم. خداوند من میگم که برکت بتشانه که غم ما مردم خود که از این بدبختی ما را خلاص کردن. یک وقت یک مریض داشتیم تا شفاخانه السعید که از دکترین شفاخانه است برای ما، از ما 220 روپه گرفتن به خاطر از یک سرک خراب بود و فعلا بسیار خوش هستیم از اینکه الحمدلله شکر اینه جور شد. خداوند توفیق بتشان. مسئولان در ناحیه نهم میگویند کار کانکریت ریزی کوچه ها فعلا عملا در چند گذر این ناحیه جریان دارد. به نهم ناحیه که نو در پروژو او در سرک در جلولو کار روان دهی په څوارلسم گذر کې ان شاء الله تقریبا هغه پروژه پر تکمیلېدو ده. دغسې په دریم گذر کې هم کار روان دی. پاینده که انشالله نور 14-15 پروژه دی پر اغوام کارواندی شروع دی، انشالله کارونه دیر شو پر مخرواندی. سرک های فرعی خامه و فرسوده در نقاط مختلف شهر کابل یک چالش جدی شهروندان کابل به شمار می رود. از آغاز سال 1402 تا حالا کار کانکریت ریزی سرک های فرعی در نواحی مختلف شهر کابل از سوی شهروالی کابل با همکاری مالی سازمان ملل متحد جریان پیدا کرده و همزمان با آغاز کار کانکریت ریزی سرک های فرعی برای تعداد زیاد از شهروندان کابل هم زمینه کار مساعد گردیده است. ما امید فیضی همین لحظه در منطقه وزیر اکبرخان کابل موقعیت دارم، جایی که از طرف شهروالی کابل تازه در اینجا یک سرک جور شده و به بهره برداری سپرده شده. 6 ماه قبل کار ساخت این سرک آغاز شد و حالا چند روز است که کار قیریزی در این سرک تمام شده و کار بالای دیوارهای دو طرف آن جریان دارد. کار سرک وزیر اکبرخان الله سرک جمهوریت عقب تپه بی بی محروس های قلعه موسا کار از این دیگه تقریبا رو به خلاصی است. ما 6 ماه پیش کارش شروع کرده بودیم. دیگه هفته گذشته کار از فدریزیش تکمیل شد. فعلا نمی کارهای نمی کانکریت بالای دیوار نصب کرپستون ها و نمی کارها را جریان داره و ایام امشالا به زودترین فرصت تکمیل میشه. راننده های شهر از این اقدام شهروالی کابل خوشحالند و ساخت این سرک را در کاهش ازدحام نقاط مرکزی شهر تاثیرگذار می دانند. ما
وزیر اکبر خان می آمدین برای خودتانم بهتر معلوم است که رابندی ها زیاد بود. می رفتین در چهارراه شیرپور، بعد می رفتین از چهارراه شیرپور به این طرف داره می خوردیم، می آمدیم طرف داخل شیرپور می شدیم، از اون طرف باید می آمدیم. آره به ظرف یک دقیقه ما از چهارراه وزیر اکبر خان آمدیم تا به اینجا. در این گزارش ما به دیدن کس آمدیم که ساخت این سرک باعث شد که بیشتر از 50% خانهشان تخریب شود، اما با آن هم خوشحال به نظر می رسند. سلام بر شما، میشه خودم معرفی کنین؟ من ممتاز از باشنده شیرپور و کابل خوش هستم، به این خاطر که این قانون بالای همه مردم تطبیق شد یکسان. یک تعداد از خانه زورمندا در اطراف وزیر اکبر خان از شیرپور کمی دورتر خانه از او بالای از او هم قانون تطبیق شد با بالای مردم عادی هم. بسیار زیاد سهولت آمد. سابق تا جایی که مریض می داشتیم پیاده می رفتیم، تا یک قسمت امکان داشت مریض تلف شود، ما هم امروز سرک دمی پشت خانه است. بسیار سهولت آمد نزدیکتر و شفاخانه وزیر اکبر خان چرسد بستر آمد. فاصله را بسیار کوتاه ساخته این از وزیر اکبر خان. کسایی که میره طرف شارنه و میتونه تو کوتاه بیاین و از این سرک برن بدون از اینکه در کدام ازدحام و موانع یا بند بانن، اما تو راحت بیان به سایه شهر نو. فاصله شان بسیار کوتاه شده، این ازدحام بسیار کم میکنه. ساخت و ساز سرک های مهم و اصلی در نقاط مختلف شهر کابل جریان دارد. یکی از آن این سرک است که وزیر محمد اکبر خان کابل را به قلعه موسی بی بی مهرو وصل می کند. مسئولان در شورای کابل ساخت این گونه سرک های وصلی را در کاهش ازدحام شهر مهم می دانند.